خط چند خبر و گزارش مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 175 نفر دیگر در اثر حمله انتحاری طالبان در غزنی. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که مذاکرات با طالبان پیشرفت های اساسی داشته است. و گزارش های از افزایش غنیسازی یورانیوم ایران و واکنش های رهبران اروپا و جهان در این باره. سلام، امروز یک شنبه هفتم ماه جون 2019 میلادی است. من یلدا بکتاش هستم با برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خوش آمدید. این برنامه هم اکنون از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا هم به گونه مستقیم قابل دسترسی است. در آغاز توجهتان را به خبرها و گزارش‌های از افغانستان جلب می‌کنم. بر اثر انفجار یک موتر حامل مواد منفجره در حوزه سوم امنیت ملی شهر غزنی 12 تن کشته و نزدیک به 180 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این واقعه را بر دوش گرفته که در این واقعه اکثرا مجروح شدگان شاگردان یک مکتب خصوصی که در نزدیک محل انفجار قرار داشت می باشند. خسارات ناشی از این واقعه تا میلیون ها افغانی تخمین زده شده است. باز هم شهروندان غزنی صبح را با صدای انفجار و آژیر آمبولانس شروع کردند، صدایی که برای همه پیام از یک حادثه دلخراش دارد. قمندان پلیس غزنی گفت که مهاجم موتر مملو از مواد انفجاریش را در ساحه شامر شهر غزنی که از محلات امن محسوب می شود بر ساختمان حوزه سوم امنیت ملی کوبیده است. مطلبم نام مزدا بودم که سر حوزه سی امنیت ملی اجار دادم که در جمله 3 نفر امنیت ملی زخمی شدم و یک نفر شهید که از جمله بلکیو سیو خلافات بودم که در سوار بر موتر نوع مازدا از همین جاده مقابل همین حوزه سوم امنیت ملی خود منفجر کرده. خساراتی که وارد شده بیشتر به خانه های است که در اطرافش بوده و همچنان مکتبی که در سمت دیگرش قرار داره. شاگردای زیادی مکتب هم در نتیجه این حمله انتحاری زخمی شدند. آمارهای مختلف از تلفات این حمله داده شده. مسئولان شفاخانه غزنی گفتند 6 کشته و 149 زخمی به شفاخانه های غزنی انتقال شدند و 30 زخمیان کودکان دانش آموزند. حال که ما تغییر کردیم 94 نفر زخمی به شفاخانه ولایتی انتقال شده و 55 نفر به شفاخانه شخصی انتقال شده که مجموعا تقریبا در حدود 49 نفر زخمی شده. اما دفتر رسانه های والی غزنی با پخش خبرنامه گفته در این حمله 2 نظامی و 4 غیر نظامی کشته شدند و 180 تن دیگر زخمی می باشند که بیشترشان زنان و اطفالند. اما وزارت صحت افغانستان آمار کشته های این حمله را 12 تن و زخمی های آن را 179 تن اعلام کرده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. محمد آصف حسینی، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، غزنی. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که مذاکرات با طالبان پیشرفت‌های خوبی داشته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید که این پیشرفت‌ها شامل تمامی 4 بخش چارچوب گفتگوها با طالبان است که تضمین مبارزه با تروریسم، بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس فراگیر را در بر می‌گیرد. در همین حال آقای خلیلزاد میگوید که به دلیل آغاز نشست بین الافغانی، نشست با طالبان 2 روز وقفه داشته و به روز 9 جولای از سر گرفته خواهد شد. مارس پوتزل نماینده آلمان برای افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است که عمیقاً در رابطه به حمله شنیع غزنی و قربانی افراد ملکی به شمول کودکان متاثر است. این کشتار به انتها باید پایان یابد. او افزوده است که به همین دلیل تلاش ها را برای یافتن یک راه حل به معضل افغانستان دو برابر کردند.
زمان خلیزاد که قرار است پس فردا مذاکرات خود را با طالبان از سر بگیرد، این حمله طالبان را تقبیح کرده و در صفحه توییترش نوشته است که به صلح هیچ زمان بیشتر از حال نیاز نبوده و صلح یگانه راه برای پایان بخشیدن به دهشت افغانی و خشونت در افغانستان است. در حالی که گفتم می شود یکی از اهداف نشست بین الافغانی مساعد ساختن زمینه مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان است، ریاست جمهوری افغانستان حمله امروز در ولایت غزنی را تروریستی عنوان کرده است. در همین حال صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیست حمله طالبان را در حالی که تلاش ها برای صلح جریان دارد تقبیح کرده است. آقای ربانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که تداوم حملات تروریستی پیام واضح دارد که دشمنان مردم افغانستان هیچ باوری به صلح نداشته و از هر فرصتی برای تداوم کشتار بیشتر مردم و ویرانی این سرزمین استفاده می کنند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع گفته است که اگر افراد ما عمدن این کار را کرده باشند، در این رابطه تحقیقات صورت گرفته و محاکمه خواهند شد. آقای جمال الدین بدر، تحلیلگر مسائل سیاسی که یک تن از شرکت کنندگان گفتگوی بین الافغانی قطر است، از دوحه در برنامه با ماست. آقای بدر با سلام و سپاس از وقتتان. از وضعیت کنونی گفتگوهای بین الافغانی کمی معلومات بتین. روح شرکت کنندای افغان و نمایندای طالبان چگونه است؟ روی چی مسائل عمدتا صحبت جریان داره؟ سلام به بینندگان عزیز و شنوندگان. برخلاف گذشته این بار روحیه خیلی عالی هست و افکارم مثبت هست. بحث خیلی به طرف مثبت پیش میره. تقارب نظر وجود داره. خب آقای بدر، طالبان با حضور سلام رحیمی وزیر دولت افغانستان در امور صلح در این نشست مخالفت کردند. گزارش‌هاش دیروز نشر شد. آیا آقای رحیمی در این نشست شرکت داره یا خیر و دلیل مخالفت طالبان با حضور وی در این نشست چی عنوان شده؟ خب آقای رحیمی از اول هم به نظر من داخل اجندا نبوده، از دعوت شدگان نبود، به خاطر که موقف طالبان از اول واضح بود. هر آن کسی که از افغانستان میآید یا از بیرون میآید مقام دولتی داشته باشه، مینیست که افغان میتوانه شرکت بکنه، ما مینیست نماینده دولت نمیشنیم. ما به این حساب نظر من برشان دعوت هم نشده بوده و از این کارش ما خبر نیستیم و فعلا هم در جلسه حضور نداره. خب شما اشاره کردین، گفتین که قرار بوده که افراد خب به عنوان فردیت خودشان شرکت بکنن نه با پست مقام دولتی، اما هستن کسان بسیار زیادی که در این نشست حضور دارن و از مقامات هم هستن. شما به اونا اشاره نکردین و خب چطور میشه این موضوع؟ آیا اینا میتونن که از طرف خود شرکت بکنن در حالی که همزمان در حکومت افغانستان هم اینها پست مقام دارن؟ ببینید، مثلا وقتی دیالوگ بین افغانی باشه، کنفرانس بین افغانی باشه، در اونجا هر افغان چی در مناسب دولتی باشه نباشه حق داره شرکت بکنه. یکی از دولت نمایندگی میکنه نمیکنه، بحث کاملا جداگانه است. یکی آدم که وقتی داخل جلسه میشه، هر دیدگاهی که تقدیم میکنه، او دیدگاه باید با دولت مخالف نباشه. کسانی که با دولت کار میکنند در مناسب اولیای دولتی، این مهم است. به نظر من این مسائل شکلیاتی که مهم نباشه که کی از کجا آمد و از کدام گروه نمایندگی میکنه، مهم این است که از افغانستان است، به افغانستان است، میخواد خیر افغانستان پیش خود داشته باشه. خب در حواشی از این نشست گفتم میشه که محافظین مانع ورود عباس استانکزی به تالار گفتگو شدند. آیا او اکنون در میان شرکت کننده حضور داره و دلیل جلوگیری از ورودش چی عنوان شده بود؟ گمان نکنیم، ما شایدم چنین کدوم وضعیت نبودیم. آقای استانکزی از صبح تا حال داخل تالار است بدون کدوم ممانعت، اقل ما شایدم جز آنها نبودیم. و موضوع دیگه، قسمی که در خبرها شنیدین حمله طالبان، حمله انتحاری طالبان در غزنی بود، آیا روی این موضوع هم شما صحبت کردین؟ منظورم از شما شرکت کنندگان افغان با طالبان در این باره صحبت کردین و واکنششان چی بود و چی گفتن در این باره؟ خب طبیعی است که بحث‌ها از هر طرف آغاز شده. نماینده هایی که از افغانستان آمدن، نماینده های طالبا وقتاً به وقتاً تبادل نظر میکنن. این بحث هم شامل دیالوگ است، ولی طبیعی است که یک حادثه خیلی دلخراشی بود. طالبان هم از این خوش نیستن، طور که شما هم پیشتر نشر کردیم ما شنیدیم. اینا گفتن اگر واقعاً عمدی خصیصه شده باشه ما محاکمه میکنیم. یک پیشرفت خیلی خوبی هست و متاسفانه باز هم یک حادثه خیلی بدی بود، فاجعه بود. خیلی هم وطن ما را شما را
و خوب خون و خاکشان. بله، سپاس از این که لطف کردین در برنامه حضور پیدا کردین و دیدگاهتان از محل برگزاری از این نشست با بیننده شنونده ما شریک ساختین. وقتتان خوش. و همکارم جلال میرزاد از کابل واکنش ها را در خصوص نشست های قطر جمع‌آوری کردند که در این گزارش با هم می‌بینیم. آغاز نشست بین‌الافغانی صلح قطر، گفتگوها میان امریکا و طالبان متوقف شده است. زلمه خلیلزاد، فرستاده امریکا برای صلح افغانستان میگوید که در 6 روز گفتگو با طالبان به پیشرفت‌های خوبی در پیوند به صلح با این گروه رسیده است. این گفتگو کننده ارشد امریکایی با طالبان در صفحه تویترش نگاشته که این گفتگوها در 9 جولای دوباره آغاز خواهند شد. زیرا هنوز کارهای مهم پیش از رسیدن به توافق باقی ماندند. ما به پیشرفت رسیدیم، اما تا هنوز توافق نهایی نشده است. همزمان با این، امروز در نشست بین‌الافغانی صلح قطر، نمایندگان گروه طالبان با هیئت افغانستان درباره چگونگی برگشت صلح تبادل نظر کردند. در این نشست در حدود 60 تن شرکت کردند. هنوز مشکل وجود دارد. طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و این یک فاصله میان آنهاست. ما در تلاش دریافت راه بدیل هستیم که چگونه مذاکرات رسمی را آغاز کنیم تا مشکلات آینده حل شوند. پس از دو نشست بین‌الافغانی در مسکو، نشست بین‌الافغانی صلح قطر 30 نشست است که چهره‌های سیاسی، جهادی، فعالان جامعه مدنی و زنان با طالبان درباره صلح تبادل دیدگاه می‌کنند. در این نشست برخی از مقام‌های حکومتی هم شرکت دارند. یک فرصت خوبی است این نشست و ما امیدوار هستیم که این نشست بتواند برای یک تفاهم بین‌الافغانی و آغاز مذاکرات رسمی بین طالبان و افغانستان زمینه فراهم بکنه تا ما بتوانیم به یک نتیجه خوبتری برسیم. گفتگو میان امریکا و طالبان و نشست بین‌الافغانی صلح قطر همزمان است با اظهارات حکومت درباره احتمال یک تفاهم میان کابل و طالبان تا 2 ماه دیگر. دیروز حکومت افغانستان گفت که امیدوار است تا ماه سپتامبر با طالبان به یک تفاهم ابتدایی برسد و پس از آن گفتگوهای جدی با این گروه آغاز شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. برنامه را با خبرهای از جهان ادامه می‌دهیم. ایران غنی‌سازی یورانیم خود را فراتر از میزانی که در توافقنامه هسته‌ای 2015 قید شده بود افزایش می‌دهد. طبق گزارش رویترز، ایران ممکن سطح غنی‌سازی یورانیم خود را به 5% برای تولید مواد سوخت افزایش دهد. همکارم لیلا ما حبیب عظیمی از استودیو با ماست که جزئیات این گزارش را دنبال کرده. لیلا ما جان، خسته نباشین. واکنش وزارت خارجه ایران در این خصوص چی بود؟ با سپاس یلدا جان. خب تحولات اخیر در خصوص موافقتنامه هسته‌ای ایران حاکی از آن است که امروز یک شنبه ایران اعلام کرد که از این پس به محدودیتی که در توافق هسته‌ای برای میزان غنی‌سازی یورانیم تعیین شده پابند نخواهد بود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در یک کنفرانس خبری امروز گفت که ایران به دنبال حفظ تعهدات توافقنامه است، اما به دلیل عدم پابندی طرف‌های اروپایی امضا کننده در این توافقنامه با وعده‌هایشان تصمیم گرفته که برخی از تعهدات را زیر پا بگذارد. آقای عراقچی این تعهدات را اقدامات سیاسی با هدف اعتماد سازی خواند و ایران در پاسخ به تحریم‌های انفاذ شده در اول ماه جولای اعلام کرد که یورانیم غنی سازی شده اش را از حد مجاز بیشتر می‌سازد. بهروز کمالبندی، سخنگوی وزارت انرژی اتمی ایران، امروز یک شنبه طی یک کنفرانس خبری در تهران که معاون وزارت خارجه ایران نیز حضور داشت گفت در طول چند ساعت افزایش غنیسازی خارج از حد مجاز از 3.67% آغاز خواهد شد. تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که
فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت ما امروز در موعد 60 روز پایان گام اول کاهش تعهدات خودمون در برجام هستیم و از آنجایی که خواسته های ما در این خصوص در رابطه با برجام به اون بحث بازگشت فروش نفت به قبل از خروج آمریکا از برجام تحقق پیدا نکرده، لذا ما امروز گام دوم رو هم برمی‌داریم و اگر در گام اول تعهد خودمون رو نسبت به محدودیت در ذخایر اعلام کردیم که دیگه پایبند نیستیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنی‌سازی تجدید نظر کردیم و عدم پایبندی خودمون رو به این تعهد اعلام میکنیم. این تصمیم یک سال پس از آن اتخاذ میشود که رئیس جمهور ترامپ به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق هسته‌ای بیرون ساخت. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از قدرت‌های جهان خواست تا پس از عبور ایران از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای تحریم‌های شدیدتر را بر ایران وضع کند. ایران تعهد خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است و غنی‌سازی یورانیم را فراتر از حد معین و مشخص شده آغاز کرده است. غنی‌سازی یورانیم به یک دلیل و صرف به یک دلیل است، برای ایجاد بم هسته‌ای. رهبران گروه 5 جمع یک متحد به تحریم‌ها بودند. اکنون کجا هستند؟ صدر اعظم اسرائیل گفت رهبران غربی متحدند تا تحریم‌ها را زمانی که جمهوری اسلامی از آن محدوده عبور می‌کند تحمیل کنند. خب قابل یادآوری است که کارشناسان هشدار می‌دهند که غنی‌سازی بیشتر یورانیم و ذخایر رو به افزایشان می تواند در کمتر از یک سال ایران را قادر به داشتن مواد کافی برای ساختن بم هسته‌ای سازد. یلدا جان؟ تشکر لیلا جان. وقتتان خوش. تشکر از گروه مدافع حقوق بشر سوریه می گوید که طی دو ماه گذشته حداقل 544 غیر نظامی به شمول 130 کودک در اثر حملات مشترک روسیه و اردوی سوریه در شمال غرب سوریه کشته و بیش از 2000 تن دیگر نیز زخمی شدند. این گزارش که دیروز به نشر رسید ادعا میکند که در حمله به آخرین قرارگاه های داعش در ادلب و حما نیروهای وابسته به حکومت سوریه و متحدینش عمدن مراکز صحی از جمله شفاخانه ها را هدف قرار دادند. ماه گذشته مسئولین 11 مؤسسه خدمات بشری نیز از بروز فاجعه انسانی در ادلب هشدار داده و گفتند که جان 3 میلیون غیر نظامی به شمول 1 میلیون کودک در خطر قرار دارد. روسیه و سوریه این ادعا را رد کرده و میگویند که این حملات جهت دفع حملات جنگجویانه القاعده علیه مناطق مسکونی تحت کنترل حکومت سوریه صورت گرفته است. مقامات پلیس ایالات متحده جفری افستن میلیاردر آمریکایی را به اتهام قاچاق بیش از 32 فرد زیر سن برای بهره کشی جنسی بین سالهای 2002 تا 2005 دستگیر کرد. افستن که به دلیل تخلفات جنسی نامش در فهرست مجرمین جنسی نیست ثبت است، یکی از تمویل کنندگان کمپاین های انتخاباتی بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ بود و از دوستان آنان محسوب می‌گردید. قرار است وی به روز دوشنبه در محکمه فدرال در منهتن در نیویورک حاضر شود. جنگجویان گروه اسلامی یا داعش در آگست 2014 هزاران دختر ایزدی را در عراق اختطاف کرده و به عنوان برده جنسی در عراق و سوریه به فروش رساندند. چند تن از این دختران که توانستند از اسارت جنگجویان داعش فرار کنند و کمک یک مؤسسه خیریه اکنون در آلمان زندگی می کنند. با وجود امید و فردای بهتر، این قربانیان ایزدی هنوز هم با کابوس دوران اسارت خود زندگی می کنند. صدای امریکا حکایت تلخ این دختران را در فیلم مستند یک ساعته با تصویر کشیده است که بخش کوتاهی از آن را در این گزارش با هم می‌بینیم. سلوا 16 ساله بود وقتی به دست جنگجویان داعش اسیر شد. او به روشنی آن روز را به یاد دارد. ما تا ساعت 10 یا 11 در خانه ماندیم، سپس به سمت کوهستان رفتیم، اما پیشمرگه‌ها با ما اجازه خروج نمیدادند و برای همین بسیاری از مردم اسیر شدند و من یکی از آنان بودم. همان روز جنگجویان داعش سلوا را به موصل بردند. در حدود 500 دختر در یک سالن جمع شده بودند.
بعد از گذشت 15 روز سلوا بالاخره فهمید آنجا چه خبر است. جنگجویان داعش می آمدند تا دختران را بخرند و با خود ببرند. در این زمان سالینا حاجی بشار به همراه سایر دختران در قریه کوچو اسیر شدند. سالینا و سایر دختران از پنجره نگاه می کردند وقتی جنگجویان داعش چندین موتر پر از مردان یزیدی را در داخل حوض انداختند. جنگجویان داعش با سلاح خود اطراف حوض ایستاده بودند. بعد از آن ما صدای شلیک را شنیدیم و فریاد زدیم که آنان مردان را کشتند. سلوا توسط گروه دیگری اسیر شده بود و هر کدام از این دختران سرنوشت خود را داشتند. حدود 30 تن از ما به باج انتقال داده شده ایم. از 500 دختر 100 نفر باقی ماندند و متباقی فروخته شدند. ما برای یک روز آنجا بودیم و پس از آن جنگجویان آمدند تا ما را بخرند. یکی از دختران که نامش جیلان بود آنقدر تسریده بود که رگ بند دست خود را برید و خودکشی کرد. سلینا میگوید که تلاش کرد مانع بردن خواهرش لامیه توسط جنگجویان داعش گردد اما موفق نشد. آنها 57 دختر به شمول خواهرم لامیا و سایر دختران قریه را انتخاب کردند. صبح زود همان روز آنها ما را سوار یک موتور بس کردند و از موصل به سوریه بردند. آنها ما را در رقه فروختند. لامیا نیز در همان مکتب در کوچو اسیر شد. او میگوید که یکی از جنگجویان به او گفت که آنان تمام مردان قریه را کشتند و از آن لحظه به بعد تمام دختران یزیدی برده های جنسی به حساب می آیند. در داخل موتر جنگجویان داعش به انواع مختلف ما را مورد آزار و اذیت قرار دادند. واضح بود که چه می خواهند. لامیا میگوید که این دختران از 9 تا 30 ساله بودند و مردان عربستانی و الجزایری می آمدند و برای خود دختر انتخاب می کردند. سلوا خلف قویاً باور دارد که اگر دختران تحصیل کرده بودند و حقوق بیشتری داشتند همه اینها ممکن بود برایشان اتفاق نیفتند. ما انتخاب نکردیم که بی سواد باشیم. ما میخواستیم دنیا را ببینیم، مکتب برویم و زندگی را درک کنیم. ما هم برای خود یک آینده میخواستیم. اما این برای ما اتفاق افتاد زیرا ما زن بودیم. اگر در جایی که بزرگ شدیم زنان حق و حقوق می داشتن، نصف آنچه رخ داد پیش نمی آمد. در اکتبر 2016 میلادی پارلمان اروپا و لامیه و نادیا مراد جایزه معتبر شاخارو را برای آزادی اندیشه عطا کرد. سایر دختران نیز هر کدام روی اهداف خود متمرکز هستند. با وجود زندگی در محیط آرام، این بازماندگان یزیدی هنوز هم کابوس دوران اسارت خود را می‌بینند. خب شما برای تماشای نسخه کامل این فیلم مستند میتونین به وبسایت دری صدای آمریکا deriwoa.com مراجعه کنین. در میانه صفحه نخست وبسایت این گزارش معرفی شده. برای تماشای آسان ترین مستند یک ساعته به 4 بخش تقسیم شده که به این ترتیب شما بیننده عزیز حتی با اینترنت محدود هم میتونین این فیلم تماشا کنین. البته بعد از ختم نشر تلویزیون صدای آمریکا ساعت 7 عصر امروز به وقت افغانستان این مستند به طور کامل از صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا به نشر میرسه. پسته بدیل کوکنار. زارعین در ولایت قندهار درخت پسته می کارند. آنان می گویند که پسته بدیل خوبه برای کشت کوکنار است. مواد مخدر قاتل خاموش. وزارت صحت عامه افغانستان یک مرکز 20 بستر تداوی معتادین را در زندان پل چرخی افتتاح کرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در حدود 20% زندانیان در سراسر افغانستان به مواد مخدر معتادند و حدود 1300 زندانی معتاد در زندان پل چرخی به سر میبرند. فیروز میافزاید که برای تداوی زندانیان معتاد به ایجاد چنین مرکز نیاز بود. در این مرکز یک ادویه جدید دیگه را معرفی میکنیم که برای 28 روز مورد استفاده قرار میگیره. بعد از او وقتی که معتاد مواد مخدر استفاده کنه سبب عکس العمل و تخریش و استفراغ میشه و خود از این مانع میشه و امیدوار هستیم که تداوی ما نتایج مثبت و مؤثر در این مرکز داشته باشه. این مرکز درمان معتادین $500,000 هزینه برداشته و دارن کسانی که تاثیرات مواد مخدر در بدنشان به سطح بالا باشد تداوی خواهند شد.
یک دختر 16 ساله که با استفاده از لباس مردانه در یک قهوه‌خانه در شهر هرات کار میکرد معتاد به مواد مخدر شده است. این دختر میگوید به علت فقر و تنگ دستی خانوادش مجبور به پوشیدن لباس پسرانه و کار کردن شد و موجودیت مواد مخدر در محیط اطرافش وی را نیز معتاد نمود. خدیجه 16 ساله که تا صنف هفتم مکتب تحصیل کرده با کوتاه کردن موهایش و پوشیدن لباس پسرانه مدت 3 ماه را در یک کافی شاپ در شهر هرات کار کرد. او که از روی مجبوری و اقتصاد ضعیف خانوادهش مجبور به کار در یک محیط کاملا مردانه شده میگوید به دلیل همدم بودن با دخانیات و مواد مخدر که از سوی مشتریان کافی شاپ استفاده میشد به اعتیاد روی آورده است. اقتصادی خانواده ما اینا خوب نبود به خاطر که پدرم و بلانسر ما نبوده. به اون واسطه من لباس بچگانه پوشیدم، ما خور بچگانه کم کردم. اسم من یوسف بوده. انا میرفتم به کافی شاپ کار میکردم، قلیون تازه میکردم. اونجا همین شد که من از پیش مردم یکی یکی دیگه من به اعتیاد آغشته شدم. خدیجه میگوید وقتی متوجه شد که مواد مخدر آرزوهای کودکانه‌اش را در شعله‌های آتش می‌سوزاند، یک ماه پیش تصمیم جدی برای ترک اعتیاد گرفت. او به کمک خواهرش برای درمان به شفاخانه ترک اعتیاد زنان در هرات مراجعه نموده و حالا مصمم است تا دوباره به مکتب برود و تحصیلش را ادامه بدهد. از را که تیمی شدم یعنی می دیدم که دختر دیگه هم که یعنی درس می خوندن، یعنی دختر خانم هم روی فامیلا خانم بودن، من خیلی یعنی غم خوردم که چرا من یعنی ایت خانواده یا ایت فامیل ندارم. به اون واسطه هم که شد انا خود از این مشکلات خیلی درس عبرت گرفتم و بیامادم به خانه یعنی به خانم پیش فامیلا خوامادم که یعنی من بیاوردم به این کلینیک آوردم که من دوباره پس به مو آرزوهایی که داشتم برسم. روانشناسان در هرات نیز میگویند شماری از خانواده هایی که فرزند پسر ندارند به دلیل تنگ دستی و عدم آگاهی دخترانشان را پسران پوش کرده و برای کار به محیط های مردانه میفرستند. به باور آنان بسیاری از این کارفرمایان در محیط های کاری کودکان را معتاد به مواد مخدر میسازند تا از آنان کار بیشتر با دستمزد کمتر بکشند. به دلیل عدم آگاهی خانواده ها و به خصوص کسایی که فقر اقتصادی دارند و به او خانواده اولاد پسر ندارند، به دلیل رسم رواج و تعصبات بی جایی که در یک عده از افراد جامعه ما دارند، باعث میشه که اینا اولادهای دختر خود خورمردانه پوش کنه و از اون طریق او مجبور کنه که بره به بیرون شاغل شه و کار کنه و از اون طریق درآمد به دست بیاره. وقتی به اون محیط قرار میگیره باعث میشه که همون کارفرما از اون شخص مورد سوء استفاده قرار بگیره، مثلا اون را قشته به مواد مخدر کنه. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 5000 کودک و نوجوان در ولایت هرات معتاد به مواد مخدر هستند که درصد بالایی از این کودکان از سوی والدینشان مجبور به کار در محیط‌های بیرونی می‌شوند. کودکانی که از تعلیم و تربیت محروم می‌شوند و ناخواسته به دام اعتیاد گرفتار می‌شوند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. پس از 9 شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی، وظیفه 3 عضو برد کرکت به حالت تعلیق درآمد. برد کرکت در اولین نشست سالانش وظیفه اسدالله خان، سرپرست اجرایی این برد دولت احمد زی، مسئول سابق کمیته گزینش و نوید سیام کاکر مدیر تیم ملی کرکت را به دلیل آنچه مدیریت نامناسب و نتایج ضعیف در جام جهانی خان به حالت تعلیق درآورد. سخنگوی برد افغانستان میگوید که یک کمیته 3 نفره برای بررسی این اتهامات به کارش آغاز کرده و تا 2 هفته دیگر فیصله نهایی در این مورد اعلام می شود. یو دریکاسیز کمیته و ټاکل شو دریکاسیز کمیته با د 2 اونۍ په ترڅ کې دغه کړنې تعقیبوي کوم ورځ چې دوی لري هغه به چېړي او له هغې وروسته به له هیوادوالو سره وروستۍ پریکړه شریکوي. بورد کرکت افغانستان همچنان فیصله کرد که قبل از 14 ماه جولای فرد 13 را به عنوان رئیس اجرایی این بورد انتخاب کند تا در نشست شورای جهانی کرکت به نمایندگی از افغانستان اشتراک نماید. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتان دنبال کنید.
VOA افغان و VOA افغانستان. با سپاس از همراهیتان با این برنامه به لحظات پایانی بخش دری رسیدیم و همکارم سید سلیمان آشنا با بخش پشتو برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا را ادامه میدن. آقای آشنا سلام، مهمترین اخبار امروز شما چی است؟ من نه یلدا جان منگم د افغانستان په سولې باندې مهم بحث درو خبر